امروز روز جدید هست و ما برنامه تکنولوژی باز هم با شما هستیم. امیدوار هستم که درسای گذشته را در خانه شما تمرین کرده باشین، به شکل موثرش پیش برده باشین و مشکلات شما رفع شده باشن. امروز میپردازیم به درس جدیدمون. شاگردای عزیز، در برنامه امروزی ما با بالای برش، پنسل و بعضی از ساختارهای دیگه میخواییم کارش کنیم و بعضی فرامین دیگر میخواییم یاد بگیریم. خب شما بین بعد از اینکه ما شما منوی هیلینگ برش ها یا سپات هیلینگ برش ها را خواندیم که چگونه شما میتونین در این قسمت از فرامین استفاده کنین، یک قسمت با ما شما مان کانتنت هاویر مفتول است که این فرمان کمتر استفاده میشه. ما پروژیش کار کرده بودیم که ما از او پروژه بسیار به نفع حسن استفاده کرده بودیم. اگر مستقیما بخواییم از این استفاده کنیم بقدر کیفیت خوب را بر ما شما نمیتن. به طور مثال ما شما بریم بگیم که کانتنت ها یا مطابط که اینی قسمت است، این را بر ما انتقال بده به یک جای دیگر، این تا یک حالت داشته باشه که او را ایجا ببره و ای را اوجا بره. شما میتونین جا به جا کنین کانتنت ها را، اگر خواسته باشین میتونین از این استفاده کنین. البته ار کانتنت اویرش بهترین مثالش بود که مثالی که ما با شما کار کردم. خب بازم اگر خواسته باشین من یک بار دیگه سری براتون کارش میکنم. به طور مثال تصویر میارم، مثلا این نفر میخوام از تصویر پنهانش کنیم یا او طرفش کنیم. گفتیم که رایت کلیک میزنین، شما در پولیگونال میرین، امی نفر شما بین انتخابش کنین و میشکل کانتنت های است که ما شما میگیم که کانتنت های از این از اطرافش انتخاب، رایت کلیک، در قسمت فیل که رفتیم گفتیم کانتنت اویر انتخاب کنید 100% نرمال، اوکی که زدیم تا جایی که تانست مثلا همین فرمان تطبیقات میکنه کانترول دی. باز در دست های گذاشته سپادلینگ برش ها بیار خواندین که چگونه ترمیم بسازین، چگونه جور بسازین، از اطراف انتخاب کنین، میتونین سر پروژه کارش کنین. خوب کار شما هست. موضوعی که ما شما امروز زیاده میخواییم بحث کنیم سرش برش هاست. برش ها برس های ما شماست. برس ها مثلا شما بعض چیزا رو میخواین ترسیم کنین، بسیار زیاد از برس ها استفاده میکنین، اما فعلا میگین خواهد یه چی بدد بخوره. برس ها توسط بریکت ها، اگر کروز بریکت بزنین برستان مثلا بزرگتر میشه. ببینید اگر مثلا اگر هایلایت روشنایی موضوعات بسیار مقبول را شما میتونین ایجادش کنین، بخواین پرتن شب به شکل مثلا اگر جای هایلایت پرتن، خب طبعا لایرهای جدید تشکیل شده و سر از اون دیزاین میتونین کارش بکنین. من برس بزرگ ساختم، تونستم تا اینجا تصویر رسم بکشم. اگر میگم که رنگاش متفاوت باشه، برس های متفاوت باشه، پس در قسمت وقت برش انتخابش میکنین اینجا ببینین آپشن های است، انواع و اقسام برش ها. ببینین وقتی ما شما کش میکنیم برس ما را چه رقم میشه و دیزاین های متفاوت را شما میتونین داشته باشه. خب من هالت کنترل زد میزنم که عملیات هایی که استفاده کردم برگرده به عقب. اگر که مثلا این برس داره نمیخواین برس های نمونه های دیگری جذب کنین، رقم برس هاست. از این برس ها به دیزاین های متفاوت را میتونین ایجاد کنین. مثلا این برگر که بگیریم ببینین، خب رنگش اگر ما شما رنگ زرد بگیریم بگیم به میشکل یک دیزاین ما را آمده باشه، یا مثلا برس ها بسیار خرد میکنین میتونین مثلا دیزاین ها را پارتی میشه مثل مادر نشه یه چیزی که باشه. خب او کار هست که مثلا شما میتونین تنظیمش کنین، درستش کنین، اما ای که تعداد زیاد شده، تعدادش کم شده، چه رقم کنترل کنین. او برس از خود آپشن های بسیار زیاد داره که شما اگر آپشن ها را بخونیم میتونیم خیلی سریع کوشش میکنم که من ایدیا یا مفهوم کلان مونده شه براتون بگویم، زیاد نمیخوام دیپ بحث کنم که باز بخسته کن براتون تمام نشه.
پس یک بورس را من براتون انتخاب کنم که شما کاملا امرای او بورس آشنایی پیدا کنید. خب این 112 به طور مثال وقتی یک مثلا 112 را انتخابش میکنیم این بورس را ببینید اندازه هایش مثلا سایز بورس چقدر باشه کم و زیاد باشه میتونید انتخابش کنید مثلا به این اندازه است یا به این سایز است ای چقدر عمدش باشه گنجایش ظرفیتش تعدادش کل چیزا رو شما میتونید اینجا تعیینش کنید. پس در نخست قبل از اینکه مثلا نیا رو من غیر فعالش میکنم چون قبلا فعال بوده و بر شما بسیار جنجالی شده. حالا ببینید وقتی که من برش میرم خواسته باشم فلپ مثلا ایره دور بتم روشی طرف هست این طرف قرار بگیره به شکل افقی است افقی مراقب اگر عمودی خواسته باشین عمودی برتون فلپ میشه به شکل اگر نخواسته باشین نتیجه مثلا ببینید چرخش بتن برسایت برس هر رقم خواسته باشین تحقیقاتش میدی اسپیس فاصله برسا چقدر باشه فاصله شنو تایم میگینی شپ داینامیک داینامیک شپ رازی چقدر باشه مثلا ببینید چقدر گدا بعد است اندازه هاش چقدر مثلا مد نظر میگیرین جیتر بلند سر اندازش میکنه. خب اگر خواسته باشین سر چرخش و زاویش مثلا شما بحث میکنین تا چقدر یا مثلا یکان گندم یا یکان چیزا پاشیده باشه چقدر از این مد نظر میگیرین راوندنس مثلا گردی از یا بعضی ببینین کلانتر است بعضی خورتر راوندنس مد نظر میگیرین منیمم مثلا راوندنس به این شکل. خب هر چقدر میگه که ما شما بزنیم این کارهای خود انجام بده اسکتر مثلا موضوع پاشیدگیش هم در نظر میگیریم چقدر پاشیده باشه وقتی من یه ترسیمش میکنم ببینیم بسیار زیاد پاشیده است چون اسکترش بالاست کنترل زد اگر مثلا میگیریم که پاشیدگی کمتر به خود داشته باشه ببینیم یک مقدار این به این اندازه به این شکل پاشیدگیش هم در نظر میگیریم میتونید ستش کنین دیزاین بتن و اگر مثلا خواسته باشین قسمت تعدادش زیاد باشه حتی یک بیرو بار باشه تیده اینجا ما هم پاشیده باشه سوت کده برن اینجا رو دگه یک حالت گندم اینجا کار کنید و اگر مثلا نمونه های مختلف هم میخواین شپ داینامیک همی طرف باشه همو طرف باشه هر دو حالتش فعالش کنین هم مثلا این طرف باشه رویش به شکل جیتره که استفاده میکنین تدویخات کرده میتونه نشه به هر رقم زاویه و دیزاین یا خب رنگش هست مثلا رنگش هم میگه نه رنگش هم میخوایم که با رنگ سبز باشه تو ماد گرفتن اینجا میتونید تعیینش کنید. قسمت هایی هست که مثلا شپ داینامیکش هست اندازه هایش هست میتونید مد نظر بگیرین پوشیدگیش هم مد نظر میگیرین تکجور هستش خب میتونید در بعضی یک مقدار تکجور هست اینجا میتونید داشته باشین که اگر برس بسیار بزرگ بسازم یک نمونه که مثلا شما اینجا میبینید که یک افکتکی دیزاینه کرده و یک قسمت در خود داره میتونه از این استایلک ها بسیار کم است و خود زیاد بر تا نمایش نمیتن میتونین از این شما استفاده کنید. میزان استفاده از این چقدر باشه روشنایی از این تکجور هست که شما درش استفاده میکنید ببینید اگر که خوب شده کنید بسیار کم میشه تفاوت هم دیدن میتونه دابل برست دو دانه بورس میکس شوه البته با یکی دیگه خوبی یک مقدار بسیار کم است که مثلا ما شما که وقت اپلای میکنیم تطبیقاتش میکنیم دو بورس که میکس شده یک چیز از ای و چیز از او بورس با هم باشه کل فرامین فعال نکنیم این قسمت بود تو بورس هایتان که چگونه از بورس ها میتونین مثلا خرد کنین بزرگ بسازین استفاده کنین یا بعض وقت اگر ما بخوایم که به طور مثال یکان پروژه اگر مد نظر بگیرم برتان خب یه بار تصویر بر ریورت میکنیم مثلا شما میخواین یک هایلایت روشنایی یا یک چیز دیگه تطبیقات شه و سر از یا مثلا از سلکشن استفاده کنیم بیاین مثلا سلکشن بگیریم این قسمت ها رو میخواین یک قسمتش شما هایلایت پرتینش یا روشن ترش کنین میرین چی رو انتخابش میکنین بورسه اگر اصلا این بورس من رایت کلیک میزنم سر صفحه میتونید سایزش انتخابش کنین سایزش خودتر بشه بینین سایزش خودترش میکنین و کدام نوع بورس شما میخواین تطبیقات کنین یکی هست که شکل وقتی که ما تطبیقات میکنیم
ای امو دایره های بسیار بینید واضح رو میپرده کانترول زد همه میخواین نه به شکل سافت دایره ها بفته از این برس انتخابش کنید بینید به شکل سافت است. خب وقتی که نویت برس تان انتخابش کردین من در این قسمت مثلا رنگ چی رو میگیرم؟ رنگ سفید رو میگیرم. باز بعد کارتا و بعض لوگو ها و دیگه درست کردیم باز بینید از این برس که ما شما حالا میگیم چی بدد میخوره باز چقدر استفاده زیاد میشن. کانترل شیفت ان لیر جدید را گرفته این برس خوب بزرگ میسازم به این شکل میتونیم مثل یک آیلایت کامره ببینید قسمت هاش باید باشه هایلایت برای اینجا برای شما داشته باشیم یا بعد تکس های 3D سه بودی هر چیزی که هست حالت دارکن ببینید مثلا رنگ بفته تاریک تر یا مثلا میگین که من میخوایم حالت مولتیپلای رنگ های روشن تر به این رقم بفته چون اونمون دیزاینی که در اون قسمت در کالر برن میگم حالت سوختگی زیادتر در این قسمت ها باشه ببینید اینه طور دایی چه دیزاین میکنه یه چقدر سبز روشن مقبول شد نظر به قسمت های دیگه اینی وقت از ما میگم او چقدر چه جالب رنگ سفید انتخاب کرد اونجا دیزاین متفاوت گرفت اما این چه رقم یک دفعه امکان داره این رقم یک دیزاین شوه. خب این برنامه دیزاین است زیاد تفاوت داره شما میتونین داشته باشین چیزای بسیار مقبول و مقبول رو میتونین شما ایجادش کنه پس کوشش کنید که تمرین داشته باشین بتونین خیلی چیزای جذاب تر را تشکیل بدین داشته باشین پنسل هم به این شکل است پنسل هم کار میکنیم خب کمی درس ما شما خیر ختم شده ببینید پنسل است حتی اگر من به شکل ساده بخوام کار کنم کنترل شیفت ان یک لیر ساده به دیگه بگیرم براتون ببین پنسل است میدونم به نون پنسل داشته باشین خرد و کلانش کنین ظرفیت پیکسل از اینجا مثلا بگیرین کم رنگ تر باشه نمیخواین زیاد پر رنگ باشه کیفیت هاش از اینجا مد نظر میگیرین باز امور رقم مودش هم مثلا از اینجا مد نظر میگیرین میگین که مثلا حالت سکرین بیا این پنسل که من تطبیقاتش میکنم حالت سافت بر ما شما بیا دیگه رقم تطبیقات تا کدام میتونین داشته باشه خب موضوع دیگه ای که ما شما در این قسمت داریم کالر ریپلیسمنت تول است از این ما شما میتونیم یک پروژه بسیار مقبول بسازیم خب یک تصویر دیگه ای را پس مواز میکنم بخواهیم که رنگ چشما را تبدیل کنیم اما قدر دیگه فهمیده نشه که رنگ چشما تبدیل شده بیا این را بگیریم این تصویر ما شما را خب کنترل مثبت میزنیم به این شکل ببین رنگ چشم از این طبیعی است و چقدر جالب بوده و این در تصویر جهانی شد خب ما میخوایم رنگ چشم تبدیل کنیم به اول چی کار کنیم میتونید سلکشن بگیرین اگر میخوایم بسیار دقیق کار کنین سلکشن های متفاوته را که در درس های گذشته خوانده استفادهش کنین میتونید که هم اونم مستقیم میرم از استفاده میکنم از کار ریپلیسمنت تول خب کار ریپلیسمنت تول را گرفتم کنترل مثبت میزنم کم واره نزدیکتر شد بر من به این شکل خب رنگی را که مثلا کدام رنگ میخوام تطبیقاتش کنم در مثال لیرک به این شکل رنگ آره هر رنگی را که خودتون خواسته باشین ببینید وقتی که میخواین تطبیقات کنید یک مقدار توجه داشته باشین که مثلا خوردیش بزرگیش پیشرک ما اندازه ها و ظرفیت های زیرا مد نظر گرفته بودیم او مردم که چشمش مثلا ببینید این شکل وقتی که ما شما دارین پس میبریم او مایل اتقاده حتی نشده که مثلا کاملا او روشنایی آیلایت ها یا گم شوه از بین بره به هر رنگ که شما میخواین میتونین انتخاب گرفته او را تطبیقات شکلی این پروژه تان مثلا با تصویر هست مثلا بعد وقتا عکس گرفته میشه میبینیم که چشما با رنگ سرخ میه سرخ میه خرابی میکنه خب شما در او تصاویرتون میتونید از این فرمان استفاده کنید چشما اگه مثلا که در رنگ ها تو خوبش نامده وقت دوربین عکاسی کرده هایلایت فلش زده و او مکمل رنگ های سرخ آمده خیلی خرابی کرده باز رنگ های سیاه رو مثلا مد نظر میگیرین رنگ های دیگر رو مد نظر میگیرین
که او خرابی ها که در وجود بوده برتان دست کنه. حتی گفتم سلکشن کنین که بازو تو بسیار وسکت خوب خود و خود اپلای شد. ببینین رقم رقم رنگ ها یک دست شما است که شما چی رنگ را کدام رنگ را خواسته باشین میتونین ایجادش کنین، خواب کنین. حالا به خاطر که پروژه ما ختم شد و درس ختمش کنین، من کوشش میکنم که یک رنگ نسبتا خوبتر را پیدا کنم. تو مثلا اگر من رنگ سیار مده نظر میگیرم، شکل خب کوشش میکنم که اکثر جاتت به خود شوم. چون اینجا زیاد تطبیقاتش کردیم اگه سلکشن داشته باشین بسیار سریع میشه و از این مشکلاتی که فعلا ما داریم نخواد داشته باشه. به میشکل بیه تصویر چقدر جذاب شد. بازی تصویر ما میرم فایل، خب به نس نخیر سیفاس میکنی میشه فایل سیفاس در قسمت پایین است. این درس هفتمتون بود، درس هفتم دات با نام کارر ریپلیسمنت تول. اوکی سیف عکس اصلی یا اورجینالش هم میتونیم از اوجه مشما بگیریم براتون. خب اینجا عکس هست که ما شما داره داریم فولر چارمیر ما براتون پیدا کنم. خب باشه خیر، باز براتون پیدا میکنم رو اپلود میکنم، شما باز سر زمان کار کنید. خب یک سوم یک کپیش گرفته، بعد از هر دو تا حکس هم میتونید شما یک جی پرتین و مقایسه کنید. کنترل وی. حالا اگر من بیایم بگویم که بر ما اوپنش کنه تصویر ما و شما را، یه مستقیم دبل کلک میزنیم ببینید که تصویر ما و شما بیایم. ببینید تصویر اصلی بود، تصویری که ما شما رنگش رو تبدیل کرده. دیگه کاملا پروژه بر شما مشخص میشه. خب دوستای گل، این درس امروزی ما بود. امیدوار هستیم که کلتان یاد گرفته باشین. یادتان نره که 100% این کار عملی است کامپیوتر، چون یک برنامه عملی شما باید در خانه بسیار زیاد تمرین کنید. و ما مطمئن هستیم که شما یاد میگیرید. کامپیوتر چیزی نیست که مشکل باشه، یک چیز بسیار ساده و خوب هست که با علاقمندی بسیار زیاد میتونه شما یاد بگیرید. تشکر، خدا.